به میزگردی با شما از صدای آمریکا در واشنگتن خوش آمدید. امشب و در این میزگردی با حضور سرکار خانم پرتو نوریالا، نویسنده و شاعر گرامی ایرانی برگزار میشه. کوشش ما این خواهد بود که اول معلوم کنیم این حرکت فراگیر و توقف ناپذیر زنان ایران که آرام اما استوار سالهای سال هست، علی‌رغم سرکوب‌های خانوادگی و اجتماعی و تابوهای گریبانگیر جامعه ایران و همچنین فشارهای حکومتی و قوانین تبعیض‌آمیز جریان داره، اصولاً چه حرکتی است و چه می‌خواهد که بعد آن که می‌گوید مخالف است حداقل برداشت درستی از صورت مسئله داشته باشه، و اون که می‌گوید موافق هم نه به خاطر مد که به او بگویند به به و آفرین، بلکه زمانی بگوید موافقم که حقانیت این حرکت به هدف را از ته دل قبول داشته باشد. شاید شناخت این مسئله که بیشمار بار تحریف شده همچنین پاسخی هم باشه برای این سوال که در حالی که جنبش ها و خیزش های بیشتر مردانه در طول این سالها آمده و با تب و هیجان هم آمده و به همون سرعت هم فروکش کرده، چگونه است که حرکت آرام و بدون جار و جنجال زنان همچنان آرام و استوار مداومت یافته است؟ و دیگر اینکه هدف از میزگرد امشب نه فرشته جلوه دادن خانم ها و نه دیو جلوه دادن مردان است، بلکه صرفا رساندن حرف یک نیمه اجتماع به نیمه دیگر است، بدون تحریف ها و وارون جلوه دادن های مرسوم. اجازه بدید برای ادامه این میزگرد از سرکار خانم پرتو نوریالا مدد بگیریم که با رله تلویزیونی از لس آنجلس با ما هستند. خانم نوریالا سلام، خوش آمدید. سلام عرض میکنم آقای بهارلو، خیلی متشکرم از اینکه من رو بار دیگر به برنامه‌تون دعوت کردید. خب سوالات شما خیلی کلی بود، خیلی البته جوابهایی رو خودتون دادین در حین طرح سوالات، ولی قبل از اینکه من به این موضوعات کلی بپردازم، اولا در گذشت خانم پروین دولت‌آبادی رو میخوام به تمام زنان و مردان آگاه ایرانی تسلیت بگم. ایشون یکی از زنان شاعر برجسته ما بودند و بیشترین اهمیتشون این بود که برای نخستین بار برای کودکان شعر گفتند و دوران عظیمی از زندگیشون رو صرف کودکان یتیم کردند. به هر حال یادشون گرامی باد. و بعد میخوام از خود شما آقای بهارلو تشکر کنم که با برنامه های خوبتون این مسئله حرکت ها و نهضت های زنان رو همچنان مداوم نگه می‌دارین و نمی‌ذارین به عنوان یک اتفاقی که در یک لحظه تاریخی رخ داد و بعد فراموش شد دیگران فراموشش بکنن. سپاسگزارم. حالا خانم نوریالا عزیز، عرض کنم شما همیشه هر کدوم از شعرهای قشنگ شما، داستان‌های بسیار زیبا و استادانه نگاشته شما، وقتی من می‌خونم اولا معلوم میشه که یک زن نوشته و بعد بنابراین مشکلات زن را داره نشون میده. با این گمان و با این وضع، آیا شما یک فمینیست هستید؟ اگر فمینیست هستید، اصلا این کلمه چون فرنگی هست خیلی ها تعابیر بسیار نادرستی از این میکنن و تحریف میکنن. شما اگر فمینیست هستید یا نیستید، به هر حال تعریف جامعه از این برای ما بدید که اصلا فمینیست یعنی چی؟ ببینید آقای بهارلو، ما معمولاً یک اصطلاحی رو بعد از اینکه یک جریانی رخ میده، یه حوادثی اتفاق میفته، بعداً اون رو تمام اجزا و عناصرش رو در کنار همدیگه قرار میدن و براش یک اصطلاح پیدا میکنن. همینطور که بسیاری از ایدئولوژی ها و فلسفه ها در طول تاریخ مثلا شکل گرفتن، فمینیسم هم همینطور شکل گرفته. مثلا فرض کنید به دل تاریخ برگردیم و به فیلسوفان نگاه بکنیم و طرز تفکراتشون. کسانی که معتقد به یک جهانی مافوق جهان طبیعی بودند، پیرو نظریات افلاطون بودند، ایدئالیست خونده شدند. یا کسانی که مثل ارسطو به تجربه معتقد بودند، اونها تجربیون لقب گرفتند. مسئله زنان به عنوان یک انسان، یک بخشی از جامعه انسانی،
بلاشک در تمام طول تاریخ وجود داشته. این چیزی نیست که ما بگیم یک شبه در این قرن یا قرن گذشته به وقوع پیوست. اما مسئله مهم وقوف و آگاهی بشر، چه زن و چه مرد، به شرایط خودش هستش. ما در واقع میتونیم بگیم نهضت یا طرز تفکری که مسئله زن رو عمده میکنه از دوران مدرنیته، از انقلاب صنعتی در واقع شروع شد. چرا؟ برای اینکه اون درست عصری است که اختلافات طبقاتی، اشکال طبقاتی به هم میریزه، بردهداری ملغا میشه، یعنی کسانی هستن که برمیخیزن برای حق و حقوق خودشون و میگن باید بین افراد بشر مساوات برقرار باشه، یه عده نمیتونن برده یه عده دیگه باشن. ولی جالب توجه هست که در همون دورانی که مردهای بسیار روشنفکر و انسان دوست در طلب تساوی حقوق میان مردم بودند، این تساوی حقوق رو فقط در زمینه تساوی حقوق مردان در واقع در نظر می گرفتند. ممکنه این رو به لفظ در اون لحظه نمی گفتند، ولی الان که ما برمیگردیم به طول تاریخ می بینیم که مثلا در فرانسه که انقلاب کبیره فرانسه رخ داد، تمام فیلسوفان بزرگی حتی مثل ژان ژاک روسو وقتی که از صحبت از عدالت میکنه یا برابری، منظورش برابری زن با مرد نیست. فقط در بین فیلسوفان فرانسوی کندروسه است که از تساوی بین زن و مرد هم صحبت میکنه. حتی برگردیم به دوران 100 سال پیش در کشور خودمون در عصر مشروطیت، ما میدونیم که چه انقلابیون مهم و برجسته‌ای ما در اون دوران داشتیم که خواهان یک برپایی یک حکومت عدالت گستر و خواهان برابری بودن، تساوی بودن. اما وقتی که در هم در دوران مجلس اول و هم در دوران مجلس دوم مسئله برابری و تساوی حقوق مطرح شد، وقتی که مسائل تساوی حقوق زنان رو مطرح کردن، با اینکه زنان ایرانی در عصر مشروطیت فعالیت‌های بسیار گسترده و بسیار مؤثری داشتن، اما اکثریت نمایندگان مجلس با حقوق برابر زن با مرد مخالفت کردند. و این واقعا الان مایه تعجب هستش که چطور ما میتونیم از تساوی حقوق حرف بزنیم اما فقط این رو مختص به مردها بدونیم. در همون دوران هم ما فقط میبینیم تقی‌زاده و وکیل الرعایا هستند که از حقوق برابر زن با مرد صحبت میکنن. اما به هر حال قوانین دوران مشروطیت، قوانین اساسی به تصویب میرسه و اگر زنها تا حالا حقوقی نداشتن، این دفعه قانونا حقوقی ندارن، چون در همون قانون اساسی ایران زنها در مساوی با مجانین، مجرمین، بیماری های کسایی که دچار بیماری روانی هستند، سفیهان قرار می گیرن و حق انتخاب شدن، انتخاب کردن و غیره رو ندارن. ببخشید وقتی شما دارید به این مرحله اشاره می کنید، من واقعا همیشه این سوال برای من هست که چرا اصولا خانم ها در اجازه دادن در طول این همه سالها و قرون چنین عدم تعادل اصولا برقرار بشه؟ فکر میکنید واقعا از کجا مایه میگرفته؟ ببینید جواب سوال شما رو خب هر کسی بر حسب شناختش یا مطالعهش در ریشه های تاریخی یک موضوعی پیدا میکنه. از نظر من که این عقاید خود من هم نیست، به هر حال من بیشترین نظریه خودم رو از مردم شناسانی گرفتم که سالها، قرنها، هزارها به تا دل تاریخ برگشتن که ببینن واقعا زمینه های یک چنین اختلافاتی از کجا میاد یا زمینه چنین سرکوب های از کجا میاد. من چکیده نظریات مردم شناسانی که به نظر خودم بسیار قابل قبول هستش، نظریات اولن رید، مردم شناس آمریکایی است که ایشون 18 سال در برای کتاب خودش Women's Evolution که در ایران به در واقع میتونم بگم عنایت دکتر عنایت این کتاب ترجمه شد به فارسی، من
از روی اون کتاب بیشتر میتونم بگم که اگر به دل تاریخ برگردیم و اینم یه توافق جمعی هستش که بشر از روزی که روی زمین پیدا شد، حالا شما معتقدین که خدا اون زن و مرد رو روی زمین گذاشت یا اینکه فرض کنیم یک خلقت تدریجی بود، یک روش تدریجی بود که بالاخره به انسان ختم شد. بشر اولیه بین زن و مردش هیچ نوع تفاوتی وجود نداشت، ولی همینطور که جلو میایم میبینیم که یک دورانیست و دورهای تاریخی رو مثل دوران شکار، دوران سنگی، دوران کشاورزی، اینا رو همه قبول دارن. یعنی چیزی نیستش که چه به خدا معتقد باشیم چه نباشیم، از این دوره‌های زمین که امروز با پرتونگاری تونستن آثاری رو از میلیون‌ها سال پیش پیدا کنن و وضعیت و شرایط انسان رو ببینن، ما می‌بینیم یک دورانی در تاریخ وجود داره که بهش میگن مادر تباری، یعنی چیزی که به غلط کسانی که مخالف فمینیسم هستن به اون میگن مادر سالاری، در حالی که چنین چیزی نیست. زنان در اون دوره بر کسی سلطه‌جویی نداشتند، اما مهمترین عامل این هستش که چون نمیدونست بشر مرد در تولید مثل نقش داره، بنابراین این فقط زنها بودند که خالق و زاینده بودند و به خاطر بارداریشون یا به خاطر وضع حملشون اینها مجبور بودند روی زمین در یک جا بمونند. خیلی کمتر با مردها به دنبال شکار میرفتند، با اینکه روی دیوارهای غارهایی هست که نقوشی هست از دوران شکار زن و مرد، زنان حامل با کنار مردها وجود داشتن با ابزار تیز برای شکار، ولی در واقع به تاریخ که برمیگردیم میبینیم زنها اولین کسایی هستند که از شکار، از خون ریختن و به ویژه از کانیبالیزم یعنی آدمخواری جلوگیری میکنن. زنی که خودش زاینده است، زنی که تولید مثل میکنه، نمیتونه موجود دیگه رو بخوره، و چون زایمان و دوران حیض زن، دوران قاعدگی زن با خونریزی همراه هست و این رو در واقع یک نوع تابو میدونن، یک نوع پرستش میکنن اون لحظات رو، به همین دلیل اجازه نمیدن انسان دیگه هم خونش ریخته بشه. پس بنابراین ما در این دوران از تاریخ داریم که تمام بچه ها متعلق به مادران هستند، روابط جنسی بین زن و مرد آزاد هست، اما به خلاف اون چی که ما تصور میکنیم تحقیقات مردم شناسا نشون داده که این روابط بسیار محدوده و تعیین کنندش هم زنها بودند. حالا من نمیخوام این بحث رو طولانی بکنم، اولین رید اولین کسیست که میگه در دورانی که مسئله زنای با محارم وجود نداشته، مسئله بیماری های همخونی وجود نداشته، چرا بین زنانی که در یک طایفه زندگی میکردن ازدواج با مردان خودشون ممنوع بوده؟ چراشو برمیگرده به مسئله کمبود مواد غذایی و اینکه زنها نگهدارنده مواد غذایی بودند، بنابراین زنها برای اینکه کسی به این مراکز مواد غذایی نزدیک نشه و از اونها استفاده نکنه باید اونها به طور مساوی تقسیم می‌شدن، بنابراین زنها خودشون رو تابو می‌کردن که کسی حق نگاه کردن و لمس کردن و نزدیک شدن به این زنها رو هم نداشته. که خب این نتیجه گیری اولین ریت هست، از اونجاست که میگه تابوهای جنسی به وجود میاد بدون اینکه مرد هنوز بدونه که در تولید مثل نقش داره. خب از دورانی که در موقع نسبت به طول عمر بشر تاریخ که مردها میدونن در تولید مثل نقش دارن مساوی میشه با دوران کشاورزی. حالا مرد میخواد برای اینکه بدونه بچه هاش کیا هستن، چون میخواد کار کشاورزی روی زمینم بکنه، تک همسری از اونجا شروع میشه، یعنی یک دونه زن متعلق به یک مرده. مرد میتونه زنهای متعدد از اون زمان هستش بگیره. البته اینایی که من دارم میگم کاملا خیلی کلی برای اینکه وقتتون رو نگیرم دارم حرف میزنم، ولی ماحصل تحقیقات قرنها مردم شناسان هستش. به همین دلیل وقتی که تک همسری به وجود میاد، زن دیگه حق نداره که شوهران متعدد داشته باشه و کسی که داره روی زمین کار میکنه، ابزار تولید رو هم در دست خودش داره، میشه مالک. یعنی همینطور که مرد بر حیواناتی که زمین رو شخ میزنن تملک داره، اونها رو در تملک خودش داره، زن خودش بچه های خودش رو هم در تملک داره. حالا من یه پرش های تاریخی میکنم و برمیگردم به دورانی که تک خدایی
به وجود میاد. یعنی دوران پدرسالاری شروع شده بود که بعداً مذاهب تک خدایی به ویژه مذاهب ابراهیمی به وجود میان. حالا تمام اون برتری و تملکی رو که مرد برای خودش نسبت به بچه‌هاش و همسرش قائل بوده، اینها مشروعیت الهی پیدا می‌کنند. در تمام ادیان ابراهیمی و در تمام کتاب‌های دینی می‌بینیم که این از طرف خدا نازل شده که مرد ارباب زن هستش. زن از دنده چپ مرد بیرون آمده. زن نصف مرد هستش. قضاوت زن نصف اونه. خب وقتی که یه چیز مشروعیت الهی پیدا بکنه، دیگه در افتادن با اون واقعا بسیار سخت خواهد شد. به همین دلیل هست که شما در غرب هم که نگاه میکنین، اولین حرکت‌های فمینیستی در قالب شکستن قواعد مسیحیت بوده. یعنی اولین زنی که میاد میگه که زن و مرد با هم برابرن، میاد یک دونه انجیل به روایت زن مینویسه. حالا و در کشور خودمونم در واقع به همین ترتیب هست. حالا خانم نوری، حالا باز میخوام یک، آیا فمینیست بودن و هدف فمینیستی است بگه که مردها و زنها باید یکسان باشن، یک جور باشن، یا اینکه صحبت این است که باید از فرصت‌های برابر بهره‌مند باشند؟ ببینید آقای بهارلو، درسته زن و مرد از دو تا فیزیک، و چه بسیار روانشناسان معتقد هستند که از دو تا ذهنیت متفاوت برخوردارند، ولی به عقیده من اون چی که بیشتر تفاوت زن و مرد رو نشون میده تفاوت‌های بیولوژیک نیست، بلکه تفاوت‌های فرهنگی است که در طول قرن‌ها اینها در مغز زن جای گرفته. همون شما فرض کنید که ببینید حتی به تاریخ خودمون نگاه کنیم، ما 3000 سال تاریخ ادبیات داریم، هنر داریم. اینها رو کی رقم زده؟ اینها رو مردها رقم زدن. و تصویری که از زن داده شده در تمام این طول تاریخ از نگاه مردان هستش. وظایفی که برای زن گذاشتن از نگاه مردان هست. این باور اونقدر میشه که زن واقعا خودش رو از دریچه چشمی مرد نگاه میکنه. زنها تا قرنهای قرن به ندرت زنی بوده که برای خودش حقوق قائل می شده و خودش رو به عنوان یک انسان می دیده. این مسئله رو که شما مطرح می کنین شکی درش نیست که ما همه انسان ها باید از موقعیت های برابر برخوردار باشن و هر کسی بر حسب توانایی های خودش تا اونجایی که می دونه از اونها استفاده کنه. ولی وقتی که قانونی میادش و به ویژه قانون‌هایی که با دین آمیختند و قوانینشون بر حسب قوانین الهی هستند، اون خط رو برای شما، اون خط‌کشی رو اون میکنه برای شما. درست. اون میگه که زنها اگر مردن کشته شدن، دیهشون پول خونشون نصف برابر مرد میمونه. مثل این مونه که امروز ما بریم اینشورنس، لایف اینشورنس بگیریم و اداره اینشورنس بگه که، کمپانی اینشورنس بگه که اگر زنها مردن نصف مرد ها پول میگیرن. من میخوام ببینم چند تا عضو میرن که این لایف اینشورنس رو بخرن. حالا خانم نوریالای عزیز، برمیگردیم به امروز. امروز در یک حکومت مذهبی با قوانین مذهبی در جمهوری اسلامی در ایران، در وسط این، اونم درست موقعی که یک مقداری هم به افراد داره میره، برمیگرده به افرادهای اولیه، درست همزمان با موقعی که آقای احمدی نژاد میاد سر کار، این کمپین 1,000,000 امضا هم پیدا میشه در چند ماه اول. این من نمیدونم، اولا شما خودتون هم از طرفداران کمپین هستین یا نیستین؟ اگر هستید بگید چرا، اگر نیستید بگید چرا، و بعد بگید چطور در یک همچه موقعی این حرکت پیدا میشه. بله آقای بهارلو، اولا من عذر میخوام که به سوال قبلی شما جواب ندادم که من خودم فمینیست میدونم یا نمیدونم. من خودم رو تا اونجایی که خواهان برابری و تساوی میان زن و مرد باشه فمینیست میدونم. از اونجایی که معتقدم یک جامعه پدرسالار بر اساس یک مکانیزم های حرکت میکنه که این مکانیزم ها به دنبال سرکوب زنان هستند برای ادامه حیات یک جامعه پدرسالار، خودم رو
برای شکستن این مکانیزم ها یک فمینیست میدونم. اما اگر که فمینیزم رو به تعبیر بعضی ها مخالفت با مرد یا خشونت یا سلطه‌گری بر مرد بدونین، نه، من فمینیست نیستم. و کلمه فمینیست رو بعد از این سوال شما در مورد کمپین توضیح خواهم داد. ببینید، رژیم اسلامی از لحظه‌ای که سر کار آمد، با اینکه زنها در طول تاریخ برای نخستین بار یک چنین نقش گسترده و عظیمی در انقلاب ایران داشتند، اما اولین آماج حمله های رژیم اسلامی قرار گرفتند. در هر مسئله، و متاسفانه در اون موقع فقط رژیم اسلامی اونقدر قدرت نداشت برای سرکوب زنها. ببینید، ما احزابی در ایران در زمان پهلوی بودند که معروفترینشون چریکای فدایی و مجاهدین بودند. اینها چریکایی بودند که فعالیت‌های زیرزمینی و مسلحانه داشتند، یعنی یک نوع جنبش خشونتگرا بود که خواهان سرنگونی رژیم پهلوی بودند. به هر حال وقتی که انقلاب رخ داد، نه تنها اون احزاب بلکه بسیاری حزب‌های دیگه هم آشکار شدند که تمام اینها خشونت طلب بودند. متاسفانه مثلا در کشتن سردمداران رژیم گذشته فقط مذهبیون نبودند که اون تصمیم ها رو می گرفتند. چپهای افراطگرای ما هم در شناسوندن اونها و در کشتن بدون هیچ نوع محاکمه از اونها نقش داشتند. و متاسفانه باید بگم برخی از این احزاب چپ افراطگرا مثل حزب توده یا اکثریت با رژیم اسلامی همکاری کردند تا اقل برای شناساندن بسیاری از کسانی که اونها بهشون لقب ضد انقلاب داده بودند. اما به محض اینکه رژیم اسلامی پایه‌های خودش رو محکم کرد، الهی اونها هم اقدام کرد. اما جالب توجه خواهد بود که وقتی که حجاب اجباری شد، اولین میتینگی 29 سال پیش، اولین میتینگی که زنها آمدن توی خیابون و علیه حجاب اجباری قیام کردند و شعار دادن، شما میدونید فقط رژیم اسلامی نبود که اونها رو سرکوب کنه یا کنار بذاره، بلکه احزاب چپ ما چون معتقد بودن رژیم اسلامی مثلا ضد امپریالیست هست و اونها هم خواهان سرنگونی امپریالیست هستن، پس بنابراین اینهایی که اومدن توی خیابون، این زنها که میخوان حجاب نداشته باشن، سلطنت طلبن، ضد انقلابن، هیچ گونه حمایتی از این گروه زنان نکردند. این واقعا تأسف آور. اگر ما در طول تاریخ فراموش بکنیم که با زنها در اون دوره چه عملی شد، برای اینکه اونها میگفتن الان حجاب برای ما اولویت نداره، در حالی که نمیفهمیدن حجاب یک عمل سمبولیک برای یک رژیمی مثل رژیم اسلامی ایران هست. او اگر که زنها رو به داخل خونه میخواد برونه و نمیتونه، به هر حال دوران مدرنیست که نمیتونه، احتیاج به بازار کار داره، زنها باید بیان بیرون، اونها رو وادار میکنه که در حجاب باشن تا اون چهار دیواری خونه اگر در اجتماع دورشون نیست، اینها در این پوشش قرار بگیرن. و گروه های چپ ما میگفتن حجاب الان اولویت نداره و اونها متاسفانه زنان رو و حرکت هاشون رو حمایت نکردن. اما در طول این 30 سال اخیر زنهای ایرانی واقعا از پا ننشستند. یعنی من این رو باید یک کردیت بدم به رژیم گذشته، با اینکه حقوقی که زنها در رژیم گذشته داشتند فقط به خواست خود شاه بود، یعنی تصمیم میگرفت شاه که حالا یه آزادیهایی در یک زمینه‌هایی بده، در یه زمینه‌هایی نده. مسئله حقوق زنان، اون سازمان زنان رو خود شاه و هم با همکاری خواهرش خانم اشرف پهلوی برگزار کرد و با گرفتن فتواهایی از برخی از آیات عظام تونست در قوانین فقهی اسلام تغییراتی ایجاد بکنه، برای که میدونید قوانین خانواده در زمان شاه هم بر اساس اسلام بود، ولی ایشون تونست تغییراتی در قوانین اسلامی بده به نفع زنها. و رژیم اسلامی به محض اینکه سر کار آمد، اگر خاطرتون باشه، اولین کاری که کرد لغو قوانین دادگاه‌های خانواده بود که به نفع زنها بود. پس بنابراین نوریالای عزیز، الان شما خودتون فرمودید که اگر کردیتی که دادید به نظام گذشته، ولی حالا باز نمیخوام از این بر از این شاخه به اون شاخه بپریم، اما در این حرکت و در انقلابی که در ایران رخ داد، خانم ها نقش بسیار اساسی داشتن. چرا خانم ها خودشون این
ستم رو بر خودشون کردن که نظامی رو بیارن که بقیه این تمام اون چیزهایی هم که به دست آوردن ازشون دوباره بگیره. والا ببینید، بشر آزادی چیزیست که با لحظه‌ای که بشر پا به این دنیا میگذاره باهاش میاد، بعد دچار قوانینی میشه که این دست و پای او رو میبنده. برخی از این قوانین لازم هست برای ادامه زندگی بشری، یعنی جلوگیری میکنه از آنارشیزم. بعضی از قوانین سرکوبگر هستند. حقوقی که به اصطلاح رژیم گذشته به زنها داد، عطیه مبارک شاهنشاهی که نبود. در تمام دنیا زنها این حقوق رو داشتند، گرچه خود شاه در مصاحبه هایی که به خصوص با باربارا والتر و اوریانا فالاچی کرده بود، زنها رو کمتر از مردها خونده بود و حتی گفته بود در بین آشپزهای مرد برتر از زن هستند و برای پادشاهی هم زن رو قبول نداشت. اما اون حقوقی رو که به زنها داد به خاطر نهضت‌های جهانی بود که میدید زنها دارن الان بر اساس قوانین اسلامی جلو میرن و حقوق برابر ندارن، اینا رو بهشون داد. اینی که ما بیایم انقلاب نکنیم و چشم بر بسیاری از مفاسد و مظالم رژیم گذشته ببندیم که این درست نیست، که چون زنها یه حقوقی رو شاه بهشون داده و یک جامعه را فقط زنها در حالا برای تمام کسانی که گفتم، حالا ما داریم باز میریم به یک مسیر دیگه، تمام کسانی که میگن ما نمیدونستیم و چی شد، آیا از روز اول در همون میتینگ هاست نمیگفت وقتی میگن حزب فقط حزب الله، رهبر فقط روح الله، یا وقتی واژه یا روسری یا توسری بسد میاد، آیا این هشدار نیست برای خانم ها که خب لااقل ما در این مورد میگیم خانم ها اون چشم به اصطلاح واقع بینیشون بیشتر و زودتر دوزاریشون به قول معروف میفته. حالا چی شد که در این مورد گفتن انشاءالله گربه است، یا این که واقعا دیر متوجه شدند؟ شعارهایی که شما دادید مال بعد از قدرت گرفتن رژیم اسلامی، روسری یا توسری درسته، ولی حزب فقط حزب الله چی؟ اونم مربوط به همون موقع است؟ نه، هنوز نبود. من در بسیاری از میتینگ ها راهپیمایی های دوران بودم، مطلقا چنین شعارهایی داده نمیشد. این اشتباه ما بود. من اصلا نمیخوام دفاعی بکنم که ما تاریخ رو خوب میشناختیم. نه، من تاریخ رو اونم من علتش رو سختگیری ها و سرکوب و سانسور دوران رژیم شاه میدونم. یعنی اگر شاه میذاشت کتاب توضیح المسائل آقای جزو کتابای سانسور شده توضیح المسائل آقای خمینی بود، ما اصلا نمیدونیم خمینی چی هست. من البته یادم بود خمینی رو، ولی و یکی این که مثلا خمینی با حق رأی برای زنان مخالفت کرده بود، یکی از مخالفت‌های شاه با اون بود. اینها باید زنده میشد، اینها باید گفته میشد، شاه باید اجازه میداد که این همه تحصیل کرده ما داشتیم، این همه جامعه شناس داشتیم بیان انتقاد کنند. ولی شاه یک حکومت پهلوی، حکومت سرکوبگر بود. شاه بر حسب میل خودش و خواست خودش و به هر حال تحصیلات غربی کرده بود، فرنگ رو دیده بود، در تماس بود با آمریکا و فشارهای بین المللی که بهش می آمد برخی جاها یک روزنه های برای افراد ایجاد می کرد. ولی در راه پیمایی های اول انقلاب فقط مسئله آزادی، برابری و تساوی بود و زنها پیشاپیش این حرکت بودن. اما یک چیزی رو میخوام خدمتتون خانم نوری علی عزیز، ما یک تنفس کوتاه داریم که باید خلاصه اخبار رو از استودیو دیگه بگن. اینه که میخوام وقتی که شروع میفرمایید بتونید کاملا مسئله رو بگید، اما تا اون زمان فقط از افسانه ایمیلی براتون بخونم. میگه به همان اندازه که ما دانشجو و خانم روشنفکر داریم، به همان اندازه هم در این مملکت جاهل و پیرو خط امام داریم. مسئله بیسوادی در ایران به آخوند و غیر آخوند مربوط نیست. اگر حرف مرا باور ندارید، بعد از انتخاب ریاست جمهوری بعدی و انتخاب مجدد آقای احمدی نژاد حرفم ثابت خواهد شد. اجازه بدید باید به استودیوی دیگه بریم، بعد باز خواهیم گشت به استودیوی 48 ببخشید، با سرکار خانم پرتون نوریالا و در مورد زن امروز و حرکتها و جنبشهای زنان صحبت خواهیم کرد.
درود به گزیده خبرها توجه بفرمایید. پرزیدنت بوش امروز در یک مراسم رسمی با شکوه در کاخ سفید از پاپ بنیدیکت 16 رهبر کاتولیکای جهان استقبال به عمل آورد و پس از اجرای مراسم به طور رسمی با وی گفتگو کرد. معاون وزارت امور خارجه چین میگوید قدرت‌های بزرگ جهانی در گفتگوهای شانگهای نتوانستند پیرامون افزایش مشوق‌های اقتصادی برای جمهوری اسلامی ایران به توافق برسند. یک فعال کامبوجی برای تلاش‌هایش در سطح جهان در نجات دختران از بردگی جنسی برنده جایزه کودکان جهان برای حقوق کودکان شد. گروه ستیزگر حماس میگوید جیمی کارتر یک رئیس جمهوری پیشین آمریکا با 2 از رهبران این گروه در مصر دیدار می‌کند. شورای امنیت سازمان ملل متحد و اعضای اتحادیه آفریقا جلسه را آغاز کردند که شامل بحث درباره بن‌بست سیاسی پس از انتخابات در زیمبابوه نیز می‌شود. مقامات بهداشتی فلسطینی می‌گویند حمله هوایی اسرائیل دست کم 9 غیر نظامی فلسطینی را کشت. با سپاس از توجهتان از شما دعوت می‌کنم در ادامه برنامه‌ها با ما باشید. برنامه میزگردی با شما تماس بگیرید و در بحث ما شرکت نمایید. تلفن تماس ما 202-548-6636، ایمیل ما roundtable@voanews.com و تارنمای شبکه خبری فارسی صدای آمریکا www.voapnn.com. می‌گردیم به استودیوی میزگردی با شما با سرکار خانم پرتو نوریالا. خانم نوریالا عزیز، عرض کنم خدمت شما، ما به هر حال می‌خوام چون فرصتمون از کف میره نمی‌خوام این قضیه کمپین 1,000,000 امضا رو ناتمام بگذاریم. خود شما در مورد این کمپین چه فکر می‌کنید؟ به نظر هدف اصلی این کمپین چی هست؟ بفرمایید. ببینید کمپین 1,000,000 امضا بعد از این در واقع شکل گرفتش که زنها سعی میکردند گروه های یک نشست های مسالمت آمیزی داشته باشند که بیان قطعنامه های خودشون رو بخونن، قطعنامه هایی که در مورد حقوق زنان بوده، خواستار آزادی زنان بودن، بسیار مسالمت جو نشست هایی داشتن که مقابل دانشگاه بود، ولی اگر حتما میدونین که با چه سرکوبی روبرو شدن که در یکی از این نشست ها خانم سیمین بهبهانی هم بود که دچار ضربات بسیار شدیدی شده بود که وقتی تعریف میکنه اصلا آدم نمیدونی زن چطور زنده مونده. زنان متوجه میشن که نه، حتی تجمعات مسالمت آمیز هم که داشته باشن رژیم اونها رو بر نمیتابه، بنابراین تصمیم میگیرن که تمام قدنامه های خودشون رو به صورت یک دفترچه بنویسن، تمام خواستهاشون که خواستای یک گروه از زنان بوده اینها رو به صورت یک جزوه هایی در بیارن و تصمیم بگیرن که به میان مردم عادی برن و این حسن بزرگ کمپین هستش که از یک طبقه الیت تشکیل نشده، زنها پشت اتاقهای دربسته برای خودشون با یک سری مفاهیم علمی و
ایدئولوژیک صحبت نمی کنند، بلکه اینها زبون عامه مردم رو دارن، به میان توده های مردم میرن، چه زن و چه مرد، بهشون این جزوه ها رو میدن، میگن که با حقوق خودتون آشنا بشین و ببینین که رژیم قادر هستش که قوانین تبعیض آمیز علیه زنان رو تغییر بده به راحتی، در حتی در قالب اسلام، برای اینکه قوانین اسلام برخیشون قوانین فقهی هستند که بر حسب زمان و مکان، همطور که بسیاری از آیات اوزان معتقد هستند، قابل تغییر است. پس بنابراین اگر که رژیم اسلامی اونها رو تغییر نمیده، عمدن در صدد سرکوب زنها هستش. این مهمترین خاصیت کمپینه و من از کسانی هستم که از روز اول متوجه این اهمیت در ایران خودمون شدم و تا اونجایی هم که از دستم برمی آمد برای آشنایی مردم با کمپین اقدام کردم. کمپین امضاهایی رو از خارج از ایران هم قبول میکنه، ولی بیشترین تاکیدش روی امضاهایی است که در داخل ایران جمع آوری میشه و برخی از کسانی که مخالف کمپین هستن میگن اولا که به فرض این 1,000,000 امضا هم جمع شد، این بالاخره میره روی میز همین حکام جمهوری یا قضات جمهوری اسلامی و اونا هستن که باید تصمیم بگیرن. تازه مگه با 2 تا 3 تا قانونی که مثلا مادر حق حضانت داشته باشه، حق طلاق داشته باشه، اجازه خروج داشته باشه، بالا آوردن سن ازدواج باشه، با این چندتا مگر مسئله مردم ایران حل میشه؟ در جواب باید گفت نه، مسئله حل نمیشه، برای اینکه مخالفین کسانی هستن که معتقدن به حرکت‌های تدریجی اعتقادی ندارن. اونا معتقدن که با یک حرکت انقلابی و به ویژه سوسیالیستی و چپگرا بایستی رژیم رو سرنگون کرد و تمام قوانینش رو عوض کرد. خیلی خوب، این مال کسانی است که چپگرا هستن، عقاید مارکسیستی دارن و اگر میتونن واقعا بکنن، ولی اونها عقیده دارن که کمپین 1,000,000 امضا مانع از این میشه که انقلابات بنیانی بتونه صورت بگیره، که به نظر من یک مناقشه بیشتر نیست. خانم نوریالای عزیز، مگر در خب این کمپین حالا 2 سال پیدا شده، مگر در 26 سال قبل از اون که این کمپین نبود کاری انجام شده که حالا با اصول کمپین انجام نمیشه؟ خب متاسفانه خب متاسفانه این مشکل جامعه ماست دیگه. ببینید ما هنوز 30 سال پیش رو به خاطر داریم، ما حرکت های چپگرا رو به خاطر داشتیم که فقط الگوی شوروی بود. موقعی که شوروی کلاپس کرد و از هم پاشیده شد، تا حدود زیادی چپهای ما خاموش شدن. حتی در خارج از کشور شاعران چپگرای ما آمدن غلطنامه سرودند، گروه های چپ از خودشون انتقاد کردند که کار ما در آغاز انقلاب غلط بود. اما الان متاسفانه باید خدمتون عرض کنم، چون ایران، چون دولت ایران داره به عنوان یک کشور ضد امپریالیست با کشورهایی که ضد آمریکا هستن مثل چین و کوبا و ونزوئلا و چاوزها و غیره داره باهاشون رفت آمد میکنه و مراودات داره، به همین دلیل یک وجهی پیدا کرده به عنوان یک کشوری که ضد آمریکا و طرفدار چپا هستش. و این نهایت تأسفی که جمهوری اسلامی داره با تمام هوشیاریش از این موقعیت و از این شاید ندانم کاریه، من به نسل جوانی که تحت فشار هستش و به افراد گراییده میشه کاری ندارم، من به این چپهایی که 30 سال دارن خودش رو نقد میکنن و امروز 2 مرتبه همون اعلامیه های 30 سال پیش رو دارن میدن کار دارم. جمهوری اسلامی با آگاهی داره از حرکت های چپ سوء استفاده میکنه. شما ببینید در کشوری که مثلا جبهه ملی میخواد برای خانم بی‌نظیر بوتو یه مجلس یادبودی بگذاره، به همین سادگی جلوش رو میگیره. کمپین 1,000,000 امضا میاد توی جلوی دانشگاه، یه عده زن هستن که میخوان قطعنامه خودشون رو فقط در کمال سلجویی قرائت کنن، جلوی اونا رو میگیره، سرکوب میکنه. اما دانشجویان چپ رو تا حدودی اجازه میده پرچم سرخ بالا ببرن، داس و چکو داشته باشن، اعلامیه های برابری طلبی بدن. هیچ من مخالفتی با حرکت های چپ مطلقا ندارم، خودم تاندانس چپ دارم، همیشه داشتم. اما من دارم میگم که این رژیم به اینا ممکنه پا بده، بذاره رشد کنن. چرا؟ برای اینکه رژیم جمهوری اسلامی در واقع مخالفش چپ ها نیستن، مخالف جمهوری اسلامی دموکراسیه.
دموکراسی غربیه. او میدونه که چپ‌ها به جای اینکه خودش این چماقو برداره بزنه توی سر دموکراسی و جلوی افرادی مثل شیرین عبادی و غیره رو بگیره، برای اینکه اینا دارن مسائل حقوق بشر رو مطرح میکنند، میاد چپ‌ها رو علم میکنه و چپ‌های ما آگاه نیستن که اینها همین مخالفتی که با کمپین دارن، دارن جلوی یه حرکت دموکراتیک رو میگیرن. در یک جامعه همه میتونن هر جور عقیده‌ای که دارن داشته باشن. ما نمیتونیم به جای اینکه برنامه‌های آتی خودمون رو مثلا چپ‌ها سوسیالیست‌ها اعلام بکنن، بگن ما چیکار می‌خوایم بکنیم، فقط انگوش بذارن که کمپین مانع کار ما شده. اینا همش مغالطه است و از نظر من تمامش طرد است. در مورد کمپین من فکر می‌کنم باید حتما این خبر رو به هر حال میدونید، اونم ادامه بازداشت غیرقانونی خدیجه مقدم هست که اعلامیه‌اش به دست همه رسیده. خانم خدیجه مقدم از فعالان حقوق زنان هستند که طی سال گذشته در کمپین 1,000,000 امضا برای تغییر زنان که حضوری فعال داشته باشند، به عنوان یکی از مادران صلح همیشه در پی حل مشکلات بودند. به این اعلامیه که دادن از طرف دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر، زیباترین قسمت این قضیه سرکار خانم نوری علایین هست که همسر ایشون آقای اکبر خسروشاهی که از حامیان اصلی فعالیت‌های همسرش هست داره میگه که باید به جای دستبند دستان همسرم را بوسید. واقعا آفرین بر این مرد آگاه و فهمیده آقای اکبر خسروشاهی. بله کاملا درسته. بله بفرمایید. بله کاملا درسته و الان در حال حاضر به غیر از خانم خدیجه مقدم که از زنان فعال، از زنان فعالی که در مورد محیط زیست چقدر ایشون فعالیت کردن، مادری که جزء کمیته صلح مادران هستش، ایشون رو اومدن بردن و هم جمله‌ای که شما فرمودین شوهرشون گفتن به جای دستبند بایستی بر دستهای زن من بوسه زد. چرا؟ برای اینکه مردان آگاه میدونن در جامعه‌ای که نیمی از زنان اونها رو، نیمی از افراد یک جامعه یعنی زنان رو سرکوب کنن، خیلی راحت‌تر میتونن مردان اون جامعه رو هم سرکوب کنن، در حالی که برابری و تساوی حقوق بین زن و مرد یواش یواش بایستی منجر بشه به یک روابط دوستانه و سازنده بین زن و مرد. الان دو تن دیگه از اعضای کمپین، خانم روناک صفارزاده و هانا عبدی که در سنندج 7 ماه پیش دستگیر شدن، اونها هم هنوز در زندانهای سنندج دارن به سر میبرن. با این حساب سرکار خانم نوری علای عزیز، شاید همین الان فرمایش که کردید شاید جواب مسئله ما باشه که وقتی بعض حکومت ها بر این اساس هستن که تفرقه بیاندازه حکومت کن، بنابراین اگر بین زن و مرد تفرقه باشه، خب حکومت‌ها بسیار آسان‌تر میتونن، حکومت‌هایی که از دل مردم برنخواستن میتونن ادامه بدن. خانومی روی خط هستن سرکار خانم نوری علا لاله، اجازه بدید از ایران این تلفن رو بگیریم. لاله خانم سلام، بفرمایید. سلام علیکم. خواهش می‌کنم. آقای بهارلو، بهار برنامه آمریکا، واقعا من از وجود شما افتخار میکنم. به عنوان یک ایرانی خوشحال هستم، هر وقت چهره خوب و بشاش شما رو میبینم خوشحالتر میشم. از اینکه این برنامه های خیلی قشنگ رو برای ما تهیه میکنید، من از راه دور دست شما رو میبوسم. خوشحال هستم به عنوان یک زن ایرانی برای اولین بار تونستم که روی خط بیام با شما صحبت بکنم. آقای بارلو، واقعا مجری برنامه هایی که شما تهیه میکنید، کسایی که دعوت میکنید، واقعا قشنگ صحبت میکنم، به خصوص خانم پرتو خانم، واقعا خیلی جالب، خیلی خوب و مسلط، انگار داخل ایران دارم زندگی میکنم. من فرهنگی هستم آقای بهالو و در مدارس اینجا کار میکنم. واقعا درد زنای ایران خیلی خیلی وسیع‌تر از این چیزایی هست که شما بیان میکنید. ما در بین خودمون فرهنگی ها خانمایی رو داریم که اصلا کوچکترین مسائل رو اصلا اطلاعی ندارن. مسائل مشکلاتی هست که حتی در بعد مسائل مذهبی هم اگر بخوای اونها رو پیگیری کنی، از نظر مذهبی هم اشکال دارن. یعنی اشکالی که برای زنا وجود داره و سختی‌هایی که میشه، از نظر مذهبی اشکال 100% داره. یعنی خود کسایی که اینجا هستن دقیقاً افرادی که توی مذهب هم پیشرفت هستن این چیزا رو میدونن، ولی این که چرا بیشتر زنا نمیان دنبال آگاهی و دنبال رفع این مشکلات نمیان، واقعا جای افسوس داره. این یکی. دوم اینکه واقعا کمپین 1,000,000 امضا خوبه،
ولی بایسته که مشکلات به یه شکل دیگه پیگیریم. این که ما همش بشینیم برنامه بذاریم پیگیری کنیم این چیزا رو، این دردی از درد ما رو حل نمیکنه. واقعا ما بایسته که مهمترین کار رو انجام بدیم. به نظر من به عنوان یک معلم بهترین کاری که ما میتونیم بکنیم اینه که توی زنایی که اینجا هستیم، توی ایران هستیم، آگاهی بدیم به مردم، آگاهی بدیم به خانم‌ها، اونها رو با حقوقشون آشنا بکنیم و تلاش بکنیم و واقعا سرزنده نشیم از این مشکل. اگر شما سوالی داری من در خدمتتون هستم. لیلا خانم من یه سوال دارم از شما. به عنوان یک معلم که هستید، کتاب‌های درسی که شما باید تدریس کنید، خب حالا شما اگه برید در کلاس واقعا به شاگرداتون بگید که شما حقتون برابر است با پسرها، آیا براتون گرفتاری نداره برخلاف مثلا کتاب‌هایی که هست و باید درس بدین؟ چرا، مسلمه که برامون گرفتاری داره. ما به عنوان معلم اجازه گفتن این که زارو نداریم، ولی چیزی که هست اگر یک زنی واقعا آگاهی و شعور رو داشته باشه، اگر یک معلم واقعا آگاهی و شعور رو داشته باشه، خیلی قشنگ میتونه این رو بگه، مشکلی هم براش ایجاد نکنه. به هر حال سپاسگزارم از شما معلم گرامی لیلا خانم. واقعا تشکر میکنم از شما. واقعا اونطور که به هر حال شما به فکر هستید برنامه رو برای خانم پخش میکنید، واقعا کسای دیگه به فکر نیستن. من ممنونتون هستم، تشکر میکنم از زحمات شما. باز هم دارم میگم از راه دور من دست شما رو میبوسم. خواهش میکنم خانم. باز هم آقای باهالو برای ما ادامه بدید برنامه پخش کنیم. ما تشویق میکنیم خانم ها رو که بیان برنامه رو شما رو ببینن و تشویق میکنیم که همکارا و دوستانی که آگاه آشنا هستن بیان و آگاهی بدن به خانم ها. یه نکته کوچیکم شرمنده آقای باهالو، من اینجا میخوام خدمتتون عرض کنم. ببینید بعضی از مشکلات رو خود خانمایی که اینجا هستن برای خودشون درست میکنن. من یه چیزی اتفاقا من میخواستم همین، بله درسته. ببینید آقای باهالو، مثلا در خصوص همین مشکلاتی که برای خانما از نظر حجاب و اینا ممانعت میکردن و اینها، مثلا خانمایی بودن که موقع انتخابات ما بهشون میگفتیم مثلا به این به خاطر فلان و فلان و فلان رأی ندید، همون خانمایی که بی حجاب بودن بیشتر مصر بودن که این آقا مثلا بشه رئیس جمهور. میگفتیم اینجور میشه، اینجور اصلا قبول نمیکردن. بعد ببینید اول دامن خودشون رو گرفت. اتفاقا من همین مورد بود که حالا شما همزمان با من گفتید، میخواستم از سرکار خانم نوری علام همین رو بگم. واقعا مشکلاتی که خانم ها به خودمون برمیگرده. بعد در خصوص آقای بازن خانم، در خصوص خانمایی که از ایران میبرن و مسائل دیگه توی کشورهای دیگه براشون درست میکنن، من خواهش میکنم به عنوان یک زن، به عنوان که کسی که دارم برای فرهنگ این مملکت زحمت میکشم، تلاش میکنم و از هیچی هم ترسی ندارم و مشکلات زیادی هم برای خود شخص من تا الان فراهم شده، خواهش میکنم این مسئله دیگه لوس نشه، یعنی یه جور دیگه با این برخورد بشه تو برنامه هاتون. نه این خواهش ازتون من دارم. خیلی ممنونم، متشکرم از لطفتون. ممنونم خانم نوری علی عزیز، همیشه سالم و خوشحال توی برنامه باشید. خیلی ممنون، خداحافظ. خانم نوری علی عزیز، بله بفرمایید. آقای باهالو، اولا من از جواب خانم لیلا خیلی متشکرم که لطف کردن راجع به منم گفتن نظر مثبتشون رو، و همچنین سوالی که خانم افسانه قبل از اون آنتراکت گفته بودن، سوال کرده بودن. ببینید من این رو مسئله رو عرض کردم خدمتتون که در یک جامعه ای که قدمت پدر سالاری به طول بکشه، خود زنها هم فکر میکنن نصف مردان، خود زنها هم فکر میکنن عرضه و لیاقت مدیریت ندارن. این چیزی نیست که یک شبه از ذهن یک زن بیاد بیرون، ولی خوشبختانه در طی 30 سال اخیر زنهای ایران آگاهی پیدا کردن که من در عصر خودم به هیچ وجه اینو ندیده بودم. حتی در خودم در موقعی که جوان بودم یک چنین آگاهی رو نمیدیدم که ارزشی که زنها امروز برای خودشون قائلن. شما نگاه کنید به دانشگاه ها و تعداد قبولی دختران نسبت به پسرها که چند درصد بالاتر از پسرها هست، تا به حدی که دولت وادار شده میخواد قانونی بگذاره که مسئله سهمیه بندی جنسیتی رو داره مطرح میکنه، یعنی یک سهمیه اضافی به پسرها بده که دخترها با دخترها برابر بشن، و این واقعا وحشتناکه. اخیرا هم که یه خبر دیگه شنیدیم که دولت میخواد کتابهای درسی پسران و دختران رو از همدیگه جدا بکنه. اما اینی که ما چرا زنها آگاهی نداریم به اون حد، اولا در مورد انتخابات ریاست جمهوری که فرمودین، این که یک انتخابات فرمایشیه، یه چیز مردمی نیستش که مردم حق شرکت داشته باشن. 2000 فکر میکنم اگر اشتباه نکرده باشم این رقم رو،
افراد خودشون رو کاندید کردن برای ریاست جمهوری. خب وقتی که آقای خامنه ای باعث تصمیم بگیره چه کسایی صلاحیت دارن که کاندیدا باشن، دیگه من و شما چه حقی داریم که کسی رو که میدونیم برامون مفید انتخاب بکنیم؟ ما چویسی نداریم، ما حقی نداریم. این یه بخششه. یه بخش دیگه زنهایی که الان مثلا همین توی همین کمپین 1,000,000 امضا که تو نشست اولیه که داشتن ریختن و زنها رو سرکوب کردن، خود زنها بودن، زنانی بودن پلیس امنیتی که عکساشون رو هم حتما دیدید که با چماق به جون زنها افتاده بودن. بلا شک این زنها یک موقعیت‌های مالی و منفعت‌های مالی از رژیم دارن. به هر حال رژیم طرفدارانی داره، اینی که ما نمیتونیم بگیم نداره. هر رژیمی که سر کار میاد، عمل کردم اگر نخوام بگم معذرت میخوام، به هر حال طرفداران خودش رو داره و اینها از قبل رژیم دارن استفاده میکنن، یا اینکه مردانشون در رژیم دارن کار میکنن یا خودشون دارن استفاده میبرن. پس بنابراین چه بسیار زنان آگاهی که به شرایط آگاهی دارن، ولی برای امنیت مالی جانی و غیره به نفع این رژیم دارن رای میدن و اون رو تداوم میبخشن. اما وقتی خانم لیلا گفتن که این زنها باید آگاهی پیدا کنن، دقیقا کمپین داره همین کارو میکنه. کمپین میره خونه های مردم، میشینه سر سفره اونا. این نخستین باره که زنهای تحصیل کرده، فرهنگ رفته، اطلاعات با اطلاعات بالا میتونن این ارتباط مستقیم رو با زنان غیر تحصیل کرده، زنان کاملا معمولی برقرار بکنن. و مسئله هم اونهایی که به کمپین ایراد میگیرن سر اینکه اینا در قالب جمهوری اسلام یا قوانین فقه اسلام دارن کار میکنن، این رو باید توجه داشته باشن که دین شکل‌های مختلف میتونه داشته باشه. ما یه دینی داریم الان که در قدرت قرار گرفته. این رژیم هر نوع سرکوبی رو به اسم دین داره پیاده میکنه. یه دین هم داریم که دین عامه مردمه. مردم بلند میشن صبح که میشن نماز عادی خودشون رو میخونن، زندگی معمولشون هم میکنن، فرزندشون بمیره میگه راضیم به رضای تو. این هیچ ارتباطی با آدم کشی، اعدام کردن، سنگسار کردن و غیره نداره. ما این دوتا رو نباید به هم دیگه مربوط بکنیم. و متاسفانه این سوء استفاده است که رژیم داره میکنه. یه بخشش ناآگاهی خود زنهاست از در طول تاریخ، یه بخشش هم خب میگه در یک محیط خفقان که مثلا این خانم هایی که الان از کمپین دستگیر شدن چه کار کرده بودن؟ رفته بودن اعلامیه پخش کنن، امضا بگیرن به عنوان واهی اغتشاش علیه امنیت کشور، اینها رو بازداشت کردن. به هر حال من خیلی به حرکت زنها امیدوار هستم، با اونها در تماسم. خانم نوری علای عزیز، چون میدونم شما اگر کسی هم خورده بگیر از حرفتون دلگیر نمیشید، به این جهت من این دوتا ایمیل هم که انتقاد کوچه‌ای که دارن از شما میخونم براتون، فقط با همین امید. مهرداد از تهران میگه ما مردم ایران حسرت دوران شاه را میخوریم و امروز از هر کسی که در ایران بپرسید میگوید خدا بیامرزد شاه را. 30 سال است که مردان و زنان ایرانی آزادی خود را از دست دادند و بدبخت و بیچاره هستند. از خانم نوریالا خواهش میکنم که کاری به پادشاهان پهلوی و خدمات ارزنده آنها نداشته باشند، درق آنها کم لطفی نکنند. عرض کنم گلنار از ایران میگه با تشکر از برنامه شما، درست است که خانم نوریالا ظاهرا از مخالفان پادشاهان پهلوی هستند و از دوران گذشته انتقاد میکنند. البته انتقاد کردن هیچ اشکالی ندارد و من به ایشان احترام میگذارم، ولی انتظار دارم که ایشان درباره وضعیت زنان و پیشرفت‌های آنها در دوران پادشاهی پهلوی بی‌انصافی نکنند. زنان ایران موفقیت‌های بسیاری کسب کردند و نباید زحمات و مقامات مسئولین آن زمان را در بهبود شرایط زنان ایران نادیده گرفت. سرکار خانم نوریالا، من که خدمتتون عرض کردم که وقتی که سازمان زنان به امر شاه برپا شد و سرپرستون خانم اشرف پهلوی بود، بسیاری از قوانین به نفع زنان تغییر کرد. من که حرف جز این نزدم و این از کردیت هایی بود که من به اون رژیم دادم. ولی ما در یک مواقع و حق دارن جوانای ما که الان در این رژیم به دنیا اومدن و رشد کردن و همواره با یک زندگی پر از سرکوب روبرو شدن، وقتی داستانهایی رو از زندگی پدران خودشون، مادران خودشون در رژیم گذشته میشنوند، خب بگن
حسرتش رو بخورن. این یه امر کاملا طبیعیه، من بهشون حق میدم، ولی مسئله این هستش که مایی که در رژیم گذشته زندگی میکردیم یک سری آزادی های فردی بلا شک داشتیم که تا وقتی که به سیاست کاری نداشتی تو از آزادی های فردی خودت میتونی استفاده بکنی، و به ویژه با تغییر قوانین فقهی زنها هم آزادی های بسیار زیادی به دست آورده بودن. اما به محض اینکه شما میخواستی از نظر سیاسی، از نظر اجتماعی، از نظر فسادی که به هر حال بخشی از دستگاه سلطنتی رو فرا گرفته بود انتقاد بکنی، بلافاصله دچار زندان بودی. من چون خودمون درگیر این مسئله بودیم، من و همسر سابقم، ما مستقیما، من عضو کانون نویسندگان بودم، شوهرم عضو کانون نویسندگان بود، و ما فقط یه حرکت صنفی میکردیم، ولی با زندان و دستگیری و غیره روبرو شدیم. ما شاید کسایی که در مسائل سیاسی نبودن اونقدر ندونن که در عمق اون رژیم هم چه میگذشت، ولی همیشه میگه که در مقابل آدم های چاه و چاله قرار میگیره که ما اومدیم از چاله بیایم بیرون، افتادیم توی چاه. خدمت رو عرض کنم در این فرصت کمی که داریم، یک ایمیل از نرین آمده با تصاویری که من واقعا نتونستم نشون بدم، برای که تصاویر بسیار دلخراشی است از زنی که کتک خورده. عرض کنم و ایشون نوشته تصویر زنی است که توسط شوهرش کتک کاری شده. این زن بیچاره بیشتر کتک بخورد و خودتان بهتر می دانید که این نماد همان خشونتی است که سیستم های دیکتاتور و مذهبی بر مردم تحمیل می کنند، در قالب فرهنگ و در قالب فرهنگ خودشان جا می دهند. فرهنگ که در آن آموزش می دهد زنان باید کتک خور و مردان باید ناموس پرست و باغیرت باشند. به قول معروف زنان باید کتک خورشان ملس باشد. من در جامعه زندگی می کنم که این مسائل آنقدر عادی تلقی می شود که جای هیچ سوالی باقی نمی گذارد. این نهایت خشونت و تحجر نیست، بلکه فقط دسر آن است. عرض کنم سرکار خانم نوریالای عزیز، اگر کوتاه سخن بخواید در این مورد صحبت بفرمایید، حدود یک دقیقه. خشونت یکی از بخش‌هاییست که یکی از مسائلیست که وجود داشته، در غرب هم وجود داره، ولی ما مستلزم قانون هستیم. ما باید قانون آدمی رو حمایت بکنه. کشوری که قانونش حق دار زدن زنها، نمیدونم سنگسار کردن اونها رو مجری یک چنین قوانین شرم‌آوری هستش، خب اون مردی هم که خودش از توی اجتماع سرکوب شده، از اون رژیم سر خورده، میاد توی خونه زورش به زنش میرسه و زنش رو کتک میزنه، لابد زنم بچه‌هاش رو کتک میزنه، یه کارتونای انگلیسی هستش که بچه هم سگش رو کتک میزنه. این یه سلسله مراتب خشونتی هست که از نظر روانشناسی در برخی جاها اعمال میشه، چرا که ضمانت اجرایی قوانینش ندارن و قوانین پشتیبان زنها نیستش. بله، خدمت رو عرض کنم ما این صحبت باید بیشتر از اینا فرصت باشه خانم نوریالای عزیز برای ادامه صحبت، و انشالله من در فرصتهای دیگر باز از شما دعوت خواهم کرد که همین سخن را از همین جا به بعد ادامه بدیم تا بالاخره به یک جای و نتیجه برسیم. سپاسگزارم از حضور شما در این برنامه. حقیقتا با اون فرصت کمی که داشتید نهایت لطف کردید که دعوت ما رو پذیرفتید و امروز در این برنامه حاضر هستید. خیلی متشکرم. البته از دعوت شما عرض کردم خیلی متشکرم از دعوتتون، و راست میگین وقت زیاده، منم درد دل زیاد دارم، مسائل زیاد هستش، و انشالله که اینا رو ادامه میدیم، در خدمتتون خواهم بود. سپاسگزارم از شما خانم نوریالای عزیز. بله، همونطور که عرض کردم این حدیث را ما به هر حال در همینجا راه نخواهیم کرد. موضوع صحبت این حرکت خانم ها، وضعیت خانم ها باید همچنان راجبش صحبت بشه تا موقعی که در حال این ماجرا به سامانی برسه. سپاسگزارم از شما دوستان عزیز برای بودنتون امشب با میزگردی با شما تا فردا شب. شب بخیر.